السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلين يا عزيزة، سمستارة نومة تبا مول جوي فانتينو ملي بعيدا مي لكتراي قبليخن مي خيمي باردة موردة موضوعي فرد فشار و خون صحبت داشته باشیم. اگر باید داشته باشیم، ما هفته های قبلی می گفتیم که امراض مزمن در موردش بحث می کردیم به صورت کل. امروزه بحث ما سر یکی از او امراض مزمن که فرط فشار خون باشه در مورد بحث های وقایوی شه بیشتر خواد داشتیم. ریسک فاکتورها را و موضوعات دیگه هم شامل لکچر خواد بود. به او اساس خوبی است که یک اندازه در مورد تعریف فرط فشار خون، فشار خون و نظریات که وجود داره بحث بکنیم. فشار خون به صورت دوامدار، معمولا به صورت متداوم، نزد افراد متفاوت است و فشارهای بلند معمول است در عصر فعلی پیش اکثریت افراد وجود داره. به او اساس تا هنوز هم ما خیلی مشکل است که بگوییم که حد نرمال فشار و خون چقدر خواهد بود، ولی یک تعداد توافقات است که توافقات صورت گرفته که فشار خون نرمال از غیر نرمال و یک سرحد تعیین کردن، اما به صورت کل خیلی واضح نیستی سرحد که سرحد بین فشار نرمال و فشار بلند کدام خواهد بود. ولی به هر صورتش یک وضعیت بعضی وقتها به وجود میاد که او را باز ما میتونیم یک حد نرمال یا یک وضعیت غیر نرمال که فرط فشار خون باشه او برش اطلاق بکنیم، که او وضعیت سازمان صحی جهان در سال 1978 تعریف کرده فرط فشار خون یا اینمی وضعیت غیر نرمال که فشار بلند یا فرط فشار خون باشه ایرا تعریف کرده. تعریفش قسم است که فرط فشار خون در نزد کایلا، البته مهم است که معمولا بیشترین واقعات هم نزد کایلا است، در صورتی که نزد کایلا فشار سیستولیک مساوی یا هم بلندتر از 160 میلی متر، در صورتی که فشار سیستولیک مساوی به 160 یا بلندتر از او و فشار دیاستولیک مساوی یا بلندتر از 95 میلی متر باشه، ولی شرط چیست که اگر اینمی حالت به صورت دوامدار باشه. بعض وقتا به صورت فوری و آنی این وضعیت رخ میده، ولی در اکتادالات اکوره باز فرد فشار خون ما محاسبه کرده نمیتونیم. در صورتی که اینمی وضعیت به صورت دوامدار باشه باز این موضوع را به نام یا اینمی حالت به نام فرد فشار خون میگن، یا مریض میگیم که به فرط فشار خون مبتلا شده یا فرط فشار خون داره. با وجود از اینکه بیش از 75 سال میشه یا بیش از 80 یا حتی میشه 90 سال یا 100 سال میگذره از اینکه فشارهای خون اندازه میشه، موضوع فشار خون مطرح شده و وقت نا وقت اندازه شده و وسایل مختلف طریقهای مختلف، اما هنوز هم یک تعداد موضوعات است که هنوز هم به صورت 100% یا 100% یا به صورت دقیق ما گفته نمیتونیم که فشار خون یک فرد چقدر خوب بوده. هنوز هم یک تعداد متغیرهای وجود داره که باید مورد بحث قرار بگیرن تا اینکه فشار خون یک فرد به صورت دقیق مطالعه بکنیم، یا یک تعداد اشتباهات وجود داره که او اشتباهات علت اشتباهات فشار خون در تعیین فشار خون به سه دسته عمده تقسیم میکنند، که از او جمله یعنی سه علت عمده یا سه بحث عمده یا هم سه عنصر عمده وجود داره که سبب از این میشه که اشتباه در تثبیت فشار خون به وجود بیاید، یا ما زیاد مطمئن نباشیم که فشار خون یک فرد به صورت دقیق تعیین شده. یکی از او اشتباهات مشاهده کننده است، کسی که میبینه شاید خوب نشنه و شاید وضعیت قسمی باشه که خوب تعیین کرده نتانه یا مهارت نداشته، یا ای که بر شکلش اشتباهات مشاهده کننده باشه که درست کف دستبندی نکنه، درست محل تعیین کرده نتانه، این موضوعات ممکن مربوط به
مشاهده کننده باشه، یا ممکن اشتباه از وسایل باشه. بعضی وقتا بعضی وسایل کارایی خود نداشته باشه، درست تعیین کرده نتونه، یا وسایل لیک شده باشه یا تخریب شده باشه. اشتباه دیگه ممکن در این بحث باشه. اشتباه سیومی یا بحث سیومی در اشتباهات اندازه گیری فشار خون، اشتباهات دیگه که ممکن سر صدا، محیط، حالت نشسته مریض، اضطراب، ترس و این موضوعی که نزد مریض ممکن به وجود بیاید و فشار خون از حد نرمال یا بالاتر، یا در اکتفاد حالت ها بعضا ممکن پایینتر از حد نرمالش نشان بده یا از حدی که وجود داره. این اشتباهات اگر سرشکار شود تا حد اندازه رفع شود، ما ممکن ادعا بکنیم که 95% یا 98% فشار خون مریض خوب تعیین کردیم، ولی به هر صورتش این اشتباهات وجود دارد در تعیین فشار خون که اگر روش دقت نشد ممکن ما به فشار خون درست تعیین کردن نتایم. یک تعداد نکات مهم است که در تعیین فشار خون سازمان سی جوان را پیشنهاد میکنه، برای از اینکه ما مطمئن شویم که فشار خون یک فرد دقیق سنجیده شده یا دقیق دیده شده یا تعیین شده. یک تعداد حالت است که سازمان سی جوان برای کشورهای عضو او را پیشنهاد میکنند تا که بتوانند حداقل مطمئن باشند از تعیین فشار خون. یکی از موضوعاتی است که سازمان سی جوان حالت نشسته را معمولا ترجیح میده نسبت به حالت های دیگر، نسبت به حالت های خوابیده و حالت های ایستاده یا حالت های دیگه، حالت نشسته را ترجیح میده سازمان سی جوان. میگن که با همیشه وقت فشار خون تعیین میکنیم با حالت نشسته، یا مریض با حالت نشسته بر روی یک چوکی یا یک محل بلندتر باشه خوبتر است تعیین میشه. یک دو، در سازمان سی جهان پیشنهاد میکنه که در تمام کلینیکا باید یک نوع پالیسی در نظر گرفته شود. معنای یک نوع پالیسی است که اگر شما به دست راست فشار خون مریض تعیین میکنید، از تمام مریض ها رو تعیین بکنید، از اون پالیسی استفاده بکنید. بازم اگر شما حالت نشسته از یکی رو تعیین میکنین، از کلگی رو تعیین کردن با اون شکلش. یک بود فشار خون دیگر. فشار خون حداقل باید 3 بار در مدت 3 دقیقه اندازه گیری شود. این را بیشتر دقیق باید باشیم که در یک بار تعیین فشار خون ممکن اشتباهات مشاهده کننده یا این اشتباهات دیگه که از ترس و اضطراب و محیط و گرمی و سردی و این مسائل به خود پیش مریض باشه، یا اضطراب و ترس و موضوعات باشه، به او اساس 3 دقیقه زمان کافی است که مریض با دکتر رونس بگیره یا راحت شد. به او خاطر میگن شما فشار خون حداقل 3 بار در 3 دقیقه شما ببینین، و آخرین بار که دفعه 3 باشه او را باز یادداشت بکنین، یا او فشار خون است که شما مطمئن میشین که فشار خون مریض تا کدام حد است. بر مقایسه ارقام پیشنهاد میکنن که شما یک رقم ارقام درج بکنین. اگر اشاری استفاده میکنین برای کل مریض ها اشاری استفاده بکنین، نتاقی شما موضوعات اعداد باش به هر شکلی که نوشته میکنین یا درج میکنین، اونها را از تمام مریض ها را به یک شکل درج بکنین، چرا که باز در مقایسه و در آمار و در موضوعات تحقیقی و موضوعاتی که شما میخواین روش بحث بکنین، از خاطر تمام آمار اگر این چیز باشه یا این آمار باشه باز مشکله رفع میکنه. در غیر صورت اگر آمار متفاوت و رقم ها متفاوت، یکی اشاری داره یکی نداره یکی موضوعات است، باز درست سنجیده نمیتونیم. فرط فشار خون میل سر تصنیفش بس میکنیم. فرط فشار خون به 2 دسته اون در تقسیم میکنم. فرط فشار خون به 2 دسته فشار خون ابتدایی یا فرط فشار خون ابتدایی و فرط فشار خون ثانوی تقسیم بندی میکنم. فرط فشار خون ابتدایی او فرط فشار خون 90% فشار خون تشکیل میده و علتش ناشناخته است. علتش ناشناخته است. یعنی فرط فشار خون ابتدایی به فرط فشار خون گفته میشه که علت یا سبب شناخته نشده و تقریبا 90% وقایع همه فرط فشار ابتدایی تشکیل میده. اما فرط فشار خون ثانوی که 5 الی 10% وقایع تشکیل میده، علت شناخته است. ممکن است از یک دیاز مریضی ها یا یک دیاز ابنورمالتی ها، انداز کلیوی و انداز دیگه قلبی و اینا با وجود به پیش مریضی یا دیابت و اینا ممکن است سبب ای فرط فشار خون باشه. بر صورتش
فرد فشار خون ثانوی همون فرد فشار است که علتش شناخته شده باشه. شیوع این مرض یا وقایع از این تقریبا در بعض ممالک 25% کاهلا دارای فرد فشار خون است. در اکتیار زیاد کشورها کاهلا 25% کاهلا به این مشکل دچار هستند. و در بعضی کشورهای اروپایی و کشورهای رو به انکشاف تقریبا 10 الی 20% بین 10 الی 20% هم میرسه در اکثریت کشورها و وقاتشان وجود داره. اون شیوع فوقلاده بلند در کل دنیا یا میشه که از این آمار ما برش بگوییم که فرد فشار خون از جمله اونمو اپیدمی های عصری است که شیوع فوقلاده بلنده داره. میزان مرگ و میر ناشی از فرد فشار خون به صورت مستقیم محاسبه نمیشه یا محاسبه نشده، بلکه فرد فشار خون یک ریسک فاکتور عمده است، یک ریسک فاکتور مهم برای سی اچ دی یا کرونری هارت دیزیز و برای عملات ستروک و عدم کفایت قلبی است. با او خاطر مرگای ناشی از سی اچ دی، ستروک و عدم کفایه ارتباطش با فرد فشار خون نزدیک است و آمار ارقام هم از امی معمولا تعیین میشه که چند فیصد از اینا از فرد فشار خون از بین میرن یا زندگی خود از دست میدن. معمولا کسایی که فرد فشار خون دارن اونا توقع حیاتی پیششون پایین تر است. توقع حیاتی پیش از این مردم ها نسبت به افراد عادی یا نسبت به افرادی که فشار خون نرمال دارن تعیین است. معمولا از لحاظ جنسیتی خانم ها بیشتر نسبت به مرد ها از باعث این مرض وفات میشن. میزان مرگ و میر نزد خانم ها بیشتر است نسبت به مردها. تحقیقاتی که صورت گرفته این نشان میده که خانم ها بیشتر آسیب پذیر هستند نسبت به مردها. اما موضوع مهم در دههای آخری است که کاهش مرگ و میر نشان میده به دلیل از اینکه فشار خون بلند توسط یک تعداد ادویه میشه کنترل شوه یا اینکه استفاده ادویه موثریتش در کنترل فشار خون ثابت شده. به او خاطر حال دیگر میشه که کم کم وقایه صورت بگیره یا اینکه فشار خون بلند اگر کنترل شوه باز به موضوع فرد فشار خون نمیرسیم. دوم موضوع دیگر مهم است که فشار بلند میگن همیشه تمایل به بلند شدن و فشار پایین همیشه به تمایل به پایین شدن بالا شدن بالا رفتن داره. فشار پایین همیشه میل به پایین شدن و بالا فشار بلند همیشه میل به بالا رفتن داره. به این معنی که کسایی که در طفولیت فشار خون بلند دارن اونا در آینده هم یا در سنین بلند هم همین فشار خون تمایل داره که دیگه بلند شده داره. حالا کسایی که فشار خون پایین دارن از حد نرمال اونا او فشار خون معمولا تمایل به ای داره که در آینده هم پایین اومده بوده. یک موضوعی است ریسک فاکتورا یا اونمو دلایلی که فرد فشار خون به وجود میاد یا عوامل خطر ریسک فاکتورا کدومه. ریسک فاکتورا را ما روزای قبل هم میگفتیم که ریسک فاکتورا به دو کتگوری تقسیم میشه، یکی ریسک فاکتورای قابل کنترل قابل تغییر و ریسک فاکتورای غیر قابل تغییر. که ریسک فاکتورای غیر قابل تغییر فرد فشار خون یکی از نوزاد سن است که با افزایش سن وقات فرد فشار خون افزایش پیدا میکنه. با افزایش وقات فرد فشار خون هم افزایش پیدا میکنه و با سن خود طبعا دیگر پایش پیدا نمیکنه. نزد کسایی که ابتدا فشار بلند داشتن یا از طفولیت فشار بلند دارن نزد از اونا معمولا در قائلی هم فشار خون افزایش بیشتر نسبت به افرادی که فشار خون پایین دارن می داشته باشن. که نمی سن ذخیره عوامل محیطی میگن. سن ذخیره عوامل محیطی است. عوامل محیطی به صورت دوامدار ذخیره شده میره به این معنی که عادت های زندگی و محیطی و عوامل محیطی و شرایط زندگی وقت و نوقت ذخیره شده میره پیش فرد یا زیاد شده میره پیش فرد. تجربهش ممکن زمینه را مساعد بسازه با حالت های مختلفی که یکی از جمله ممکن فرد فشار خون باشه. فاکتورهای ژنتیکی هم نقش داره در اینا. یکی از ریسک فاکتورهاست که یکی از تحقیقات نشون میده کسایی که والدینی که فرد فشار خون داشتن
فرزندایشان 45% مساعد هستند و 45% مساعد هستند به فشارهای بلند یا فرط فشار خون. والدینی که فشار بلند داشتن یا فرط فشار داشتن 45% اطفال یا فرزندایشان در آینده ممکن به احتمال 45% مبتلا شدن به ESKM نماینگر فاکتورهای ژنتیکی است که پیش افراد ممکن وجود داشته باشه. ریسک فاکتورهای دیگه که غیر متغیر است یا متغیر است، ریسک فاکتورهای متغیر شامل یکی از جمله ریسک فاکتورها چاقی است، با افزایش وزن اوقات بیشتر شده میده، ولی برعکس با کاهشش طبعا عکس مسئله یا برعکس مسئله است. اخذ نمک نقش دارد. کسایی که روزانه بیشتر از 7 الا 8 گرام نمک در روز استفاده میکنند، اونا مساعدترین افراد به فرط فشار خون هستند یا به فشارهای بلند هستند. شهمیات، استفاده از شهمیات، استفاده از الکل، عدم فعالیت های فیزیکی، فشارهای محیطی، فاکتورهای دیگه است که سبب فرط فشار خون یا وقات فرط فشار خون افزایش میده. ببخشید. اصل موضوع ما سر وقایه است، چون موضوعات مثلی که شهمیات چطور به کدام میکانیزم سببش میشه، یکی از میکانیزم ممکن اونه بود ذخیره شهمیات باشه، استفاده از الکل چطور فشار رو بلند میبره، یا فعالیت عدم فعالیت های فیزیکی و اینا. این موضوعات است که شما در موضوع داخلی قلبیتان حتما در موردش خواندین و میخوانین در میسمستر. با این خاطر ما بیشتر بحثای وقایوی را سرش گپ میزنیم، نه بحثای دیگه ای که مالجوی و بحثای تداوی و اینا را سرش بحث نمیکنیم. فرط فشار خون قابل وقایه است، میشه که ازش وقایه بکنیم و اقدامات وقایویش از سازمان سی جهان در سطح وقایه ابتدایی که شامل دو استراتژی است، یکی استراتژی نفوذ و استراتژی های ریسک باشه، در این دو تا پیشنهاد میکنم و وقایه ثانوی را. دو مرحله وقایوی که وقایه ابتدایی باشه که شامل استراتژی نفوذ و استراتژی های ریسک است و وقایه ثانوی است، اینا را بس میشه. شما میفهمید که وقایع ابتدایی هدفش این بود که از وجود آمدن مرض جلوگیری بکنه، یعنی در صورتی که امی ریسک فاکتورها چاقی، عکس نمک بیشتر باشه، شهمیات، استفاده از شهمیات بیش از حد باشه، الکل، فعالیت های فیزیکی هم کمتر باشه، فشارهای محیطی اینا وجود داشته باشه، با زمینه برای چی استفاده مساعد میشه؟ برای مساعد میشه برای فرط فشار خون. هدف ما ایست که اگر استفاده نمک اگر فشار خون بلند ساخته به 135 رسانده، یا فشار خون یک فرد به صورت دوامدار به 135 میلی متر است، خب تا هنوز به مرحله فرد فشار خون نرسیده. ما در صورتی که بتونیم این ریسک فاکتورها را کنترل بکنیم، ممکن بتونیم فشار خون دینمی مرحله نگاه بکنیم یا دوباره به حد پایینش یا به حد نرمال که حد اکثریت قبول دارن که 120 در 80 است به اون حد بیاریم. هدف ما ایست که اینمی فشار خون که ایست ایست بلند دفته میره تا 135 رسیده از این دیگه بالا نشد تا که بفرد فشار خون که 160 اونا باشه برسید. اقدامات که ما انجام میکنیم اون تعلیمات سی و آگاهی هست و اگر در صورت کمباز و سوری باز میبود باز اونجا واکسین و معافیت و این مسائل سرش بس صورت میگرفت. که دو استراتیجی است، یکی استراتیجی نفوس ما استفاده میکنیم، دوم استراتیجی های ریسک. استراتیجی نفوس اما استراتیجی که بدون در نظر داشتی که کدام افراد فشار بلند دارن کدام افراد ندارن، بدون از اینکه ببینیم فشار خون افراد تعیین بکنیم، برای همگی یک شکل توصیه را داریم. برای هر کس، برای کل جامعه یا برای کل افراد جامعه یک نوع توصیه های طبی را داریم که یا توصیه های وقایوی را برشون میکنیم که در اینجا موضوع تغذیه فوق العاده زیاد اهمیت داره، که یک تعداد نکات عمده را در تغذیه اگر رعایت شود
مشى كبرك النفوس بركاسوي ك هاي ريسك استن اونورا كويس بتيم نزولا ممكن فشار يكون كويس بيد ممكن زي كده حتى ولو ما حدش بقي منه ولا يكري هاي ريسك نيستن ده عنده جلو يجري بيش مشى يك از بيش نورات يس ك كويس نمك ابو 5 جرام ده روز برسمين اگر چه ما میگفتیم بزرگت هفت الا هشت گرام از روز ولی در بحثای اوقایوی بود ما کم یک اندازه پایین تر از حد اون رو حد نیم به خاطر از اینکه به او حد اگر برسه باز امکان بلند رفتن از او حد هم از حد هفت الا هشت گرام هم ممکن وجود داشته باشه. در نمک با 5 گرام اگر در روز کاهش پیدا بکنه این توصیه است برای کلگی. مصرف متوسطش هم برای کلگی مصرف اونم 20 الا 30 درصدش هم انرژی رو باید از شنگات بگیره. اجتناب از مصرف الکل موضوع باید مهمتر و اخذ متناسب انرژی نظر به ضرورت بدن است. اگر 2000 کیلو کالری شما مصرف میکنید 2000 کیلو کالری روزانه اخذ بکنید، اگر کم مصرف میکنید کم، اگر بیشتر از او بیشتر، یعنی انرژی که مصرفی تان با انرژی که اخذ میکنید متناسب باید باشه، تقریبا مساوی باشه. در غیر صورت ممکن وضعیت به چاقی یا وضعیت برعکسش ممکن وضعیت به سوی تغذیه و این مقال بیانجامه. ترویج تمرینات ورزشی و اینا فعالیت های فیزیکی بیشتر شده اگر از مردم کاهش وزن پیش افراد تغییر رفتار ها کسایی خشن هستن اونا یا رفتارهایشان خشن و قهر میشن زود اونا پیشان زمینه مساعدتر است نسبت به افراد دیگر. مواظبت شخصی فشار شخصی که شامل از این میشه که یک فرد در صورتی که یک تعداد اعراض علائم پیشش دیده میشه یا ممکن سردرد یا یک تعداد حالتهایی که اونا اگر با شما شناخته شد در صورت فشار خون بلند میره دوباره کنترل بکنن، دوا استفاده بکنن. این موضوع مهم است پیش شد اگر استفاده شد خیلی راحت میشه که از فرد فشار خون جلوگیری شود. های ریسک استراتژی دوم استراتژی های ریسک است. استراتژی های ریسک یا های ریسک کسایی که چانس یا چانس بیشتر مبتلا شدن دارند این کسها را های ریسک میگن. در این استراتژی اول ما فشار خون افراد تعیین میکنیم که حتی نیاز به تداوی بیرون فشار خون افراد تعیین میکنیم. کسایی که نزدیک به فرد فشار خون هستند این افراد های ریسک هستند. کسایی که ریسک فاکتورها پیش با وجود آمدن مثل چاقی و وزن بلند دادن فعالیت فیزیکی و استفاده بیش از حد از شهمیات دارن یا استفاده بیش از حد از نمک اینا رو دارن، این افراد برای ما های ریسک هستند. یا کسایی که تاریخچه فامیلی دارن این افراد شناخته میشه. بعد از اینکه شناخته شد اقدامات ما شروع میشه که اقدامات ما ممکن تداوی باشه، اقدامات ما ممکن کنترل ریسک فاکتور باشه یا چیزی که باشه. ما با دیگه افراد با کسایی که های ریسک نیستن کار نداریم، فقط های ریسک کار یا کسایی که چانس خطر پیششون بیشتر است. او واضح شد که کیا چانس خطر پیششون بیشتر است. و موضوع آخری ای که ما بس میکردیم که وقایع ثانوی رو استفاده میکنیم. وقایع ثانوی هدفش این بود که وقایع ثانوی هدفش این است که جلوگیری شود از پیشرفت مرض. به این معنی که فرد فشار و خون نوی پیش یک فرد به وجود آمده نمیگذاریم که دیگه هم این فرد فشار و خون پیششون به حد بالا بره که سبب مرگ اینو شود. در این وضعیت ممکن تداوی های طولانی مدت یا تداوی های دوامدار ما مد نظر بگیریم که افراد تداوی بکنیم یا میشه مراقبت از نصورت بگیره. این بحث است که ما میشه در وقایع سومی وقایع ثانوی انجام بدیم. به خاطر فرد فشار به وجود آمده اما هدف ما ایست که این فرد فشار خون سبب مرگ و سبب ناتوانایی های دائمی یا ناتوانایی که فرد نتانه کار بکنه یا فرد صدمه عمیق ببینازی او اقدامات پیشان انجام میدیم. السلام علیکم و رحمت الله.